حافظت کلن پاک شده، وارد این زندگی جدید شد. یعنی تو وارد یه دنیایی میشی که کلن زندگی قبلی یادت میره، اصلا یادت نیست که چرا توی این دنیای فانتزی به خدا امکانش بود بمیرم، گو بخورم دوباره تجربهش کنم. یو سلام، دکتر سنا هستم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. دوباره اومدم خدمت شما با یک دکتر راید دیگه. رانندگی میکنیم با هم دیگه، صحبت میکنیم. دکتر رایدا رو از این جهت دوست دارم که انگار شما کنار من نشستین، خیلی باله، حس بالی داره. رانندگی دارم میکنم به سمت مشهد، برم دیدار خانواده و عروسی هم، دعوتم به عروسی هم برسم. این دکتر رای کمی متفاوته. چرا؟ چون قراره تجربه خودمو از مصرف کتامین بگم، اونم به نوع تزریقی، 2.5 cc اینتراماسلار، یعنی 2.5 cc عضلانی. فقط قبلش این ویدئو برای افراد بالای 21 سال توصیه میکنم. این ویدئو برای افرادی که جنبه گوش کردن به این اطلاعاتو دارن. این ویدئو داره ضبط میشه صرفاً برای پروژه‌های تحقیقاتی، کسایی که دوست دارن در خصوص کتامین تحقیق کنن و توی منابع فارسی زیاد محتوایی پیدا نمیکنن که کسی بخواد تجربه خودشو از مصرف کتامین بگه. این ویدئو قرار علمی باشه و لطفاً جنبه گوش دادن به این اطلاعاتو داشته باشید. همزمان یک ویدئوی دیگه در خصوص کتامین توی چنل هست، از یک آقایی که تجربه خودش رو از اعتیاد شدید به کتامین میگه و عوارض جبران ناپذیری که این ماده میتونه روی روان و بدن داشته باشه، سایکوز، مشکلات کلیوی، بی اختیاری ادرار، مشکلات مغزی و و و و و. برای همین من صرفا دارم علمی صحبت میکنم، برای همین لطفا جنبه گوش دادنش رو داشته باشید. این عزیز و به هیچ وجه، به هیچ وجه شما رو توصیه به انجام این کار نمی‌کنم. بچه‌ها داستان از اینجا شروع شد که من در حوزه اعتیاد کار می‌کنم، در حوزه دراگ کار می‌کنم. حدوداً همه دراگ‌ها رو می‌شناسم. به خودم به عنوان یک پزشک، این اجاب پزشک و محقق در حوزه اعتیاد، این اجازه رو دادم که همه مواد مخدر دنیا رو بجز شیشه و هروئین رو فقط یه بار تست کنم تا ببینم چیه. می‌خوای یه ماده رو بزنی که مثلا بگی آقا بزنم ببینم حال میده یا نه، این باعث اعتیاد توی شما میشه سلاطین. اما وقتی شما در خصوص یک ماده اطلاعات داری، خصوصا میدونی این ماده حال میده، این خیلی کمک میکنه به به معتاد نشدن به اون ماده. این خیلی حرفه. چرا؟ چون مغز شما موقعی که در پاسخ به این سوال که آیا این کار حال میده یا نه بری یه مواد رو امتحان کنی، وابسته اون مواد میشی. اما اگر شما مثل من بیای 2 سال در مورد مواد تحقیق کنی، حداقل 2 سال در مورد کتامین جستجو کنی، ساعتها در موردش ویدیو ببینی، مقاله بخونی و ببینی که حال میده، ببینی که قراره برات چه اتفاقاتی بیفته، قراره چه چیزی رو تجربه کنی و اون موقع بری کتامین رو استفاده کنی برای اینکه از لحاظ تحقیقاتی، از لحاظ اینکه آقا من برم بزنم که ببینم قراره با چه چیزی، قراره اون چیزایی که خوندم در واقعیت چه چیزی باشه، این خیلی داستانش فرق داره. به هر حال زیر نظر یه آدمی که یه پزشکی که کتامین تراپیست بود باهاش صحبت کردم، اسمشو نمیارم، من اصلا دلم نمیاد به شما دروغ بگم. چرا دروغ بگم؟ یکی از شما که اعتیاد شدید به کتامین داشت و 6 سال مصرف کننده مزمن این ماده بود و 2-3 ماه توی ترک بود، من باهاش صحبت کردم، گفتم آقا تو خیلی این کارو بلدی، من میخوام تجربهش کنم و میخوام ببینم که اینم در موردش خوندم چیه، چه توصیه‌ای برای من داری؟ خلاصه 2.5 cc عضلانی به خودت تزریق کن. من گفتم میخوام یه جوری بزنم که اون نهایتش رو تجربه کنم. چون در خصوص کتامین بچه‌ها ما یه چیزی داریم به اسم بریک ثرو. یعنی چی؟ در خصوص DMT هم این رو داریم، یعنی تو حدوداً از یک تونلی رد میشی و وارد یک بعد دیگه ای، وارد یک دنیای دیگه ای، وارد یک کهکشان دیگه ای، وارد یک هوشیاری دیگه ای، وارد یک داستان دیگه ای میشی توی دوزهای بالا و سیف. در خصوص DMT هم اینو داریم. من بهش گفتم آقا من نمیخوام مثل اینایی که میرن مهمونی دماغی میزنن که حال کنن. نه، من نمیخوام حال کنم، من میخوام ببینم کتامین که یه داروی بیهوشیه واقعا چیه. این بنده خدا بهم گفت 2.5 cc عضلانی بزن تو خونه باش. بهتون اصلاً توصیه نمی‌کنم این کارا رو، اصلاً توصیه نمی‌کنم. گفت تو خونه باش 2.5 cc کتامین بزن به عضلات،
پشت یه میز بشین، روی اون میز آب بذار، یه گیاه بذار، عود روشن کن، فلان موزیکو پخش کن و و و و همه اینا رو به من گفت. یه نمیدونم از اینجا هر چیزی در خصوص تایم میگم بچه‌ها، یعنی واقعا من نمیدونم بگم یه ساعت گذشت یا یه دقیقه گذشت، چون توی اون تایمی که این اتفاق برای من افتاد من به هیچ وجه به ساعت نگاه نمیکردم. نه اینکه اصلا بخوام و این کار رو نکنم و اصلا مغزم نمیرفت سر سمت اینکه بذار ببینم چقدر گذشته. میدونی چی میگم؟ یه تایمی گذشت، دوست دارم بگم حدودا 30 دقیقه، ولی خب میترسم 3 دقیقه باشه، ولی برای من شاید 30 دقیقه بود، نمیدونم، شاید هم در واقع 30 دقیقه بود. برای 30 دقیقه گذشت و من یهویی رفتم، یعنی اینجوری نبود کم کم من ارتباطم رو با دنیا از دست بدم. و اونجا دنیای من خونه من بود، چون من توی خونه نشسته بودم، پشت میزم یه صندلی راحتی گذاشته بودم، روی میزم این ستاپ رو چینده بودم، یه چند تا سنگ گذاشته بودم، آب گذاشته بودم، گل و گیاه گذاشته بودم، عود روشن بود، یه عکس از کسی که خیلی دوستش داشتم گذاشته بودم به هر حال، و موزیکم از طریق اسپیکرها در حال پخش. تا جایی که یادمه من یهویی وارد یک جای دیگه ای شدم که همه جا تاریک بود، یعنی سیاهی مطلق، و چیزایی که من اونجا دیدم اصلا یادم نیست که بخوام برای شما بگم، فقط توی اون لحظه بود. بعد که از اون لحظه جدا شدم واقعا سلاطین یادم نیست که من بخوام بهتون چیزی بگم، ولی واقعا دارم میگم، میگن توی دسته دراگ ها بعد از دی ام تی کتامینه، واقعا تجربه خیلی شدید و سخت و سنگینی بود و من به هیچ وجه دوباره حاضر نیستم تجربهش کنم، چون بی نهایت سنگین بود. خیلی جالبه، بذار براتون اینجوری بگم، شما وارد یک دنیای دیگه ای میشی که من بخوام اون دنیا رو یکم برای شما تصویر سازی کنم، هیچ چیزی توی اون دنیا معنی نداره. چرا؟ چون شما کاملا با دنیایی که ما الان داریم توش زندگی میکنیم، با این بدنتون، با این جسمتون کاملا گودبای پارتی، یعنی کاملا خداحافظی میکنی و وارد یه دنیای دیگه میشی. یعنی من بخوام یه مثال، یه تیکای کوچیکی ازش رو یادمه، من اونجا که بودم یه لحظه به خودم گفتم یادش، من یادم یک خانواده‌ای داشتم. میدونی چی میگم؟ یعنی انقدر تو از این دنیا جدا میشی که انگار اصلا یادت میره قبلا چه زندگی داشتی، اصلا یادت میره چرا وارد این دنیای جدید شدی. آقا ما دنیای جدید رو از این به بعد میذاریم مثلا فانتزی، دنیای قدیم رو میذاریم اولد سکول مثلا، برای مثال. اصلا من وقتی وارد اون فانتزی شدم، وارد اون دنیای جدید شدم، یادم نبود که چرا اینجام. چرا یادم نبود؟ چون کاملا با دنیای اولد سکول خدافزی کرده بودم. فرض کن آقا یه چیزی هست، میگن که شما الان اگه داری زندگی میکنی قبلا یه زندگی دیگه داشتی، مردی حافظت کلن پاک شده، وارد این زندگی جدید شدی. شما از زندگی قبلی چیزی یادته؟ نه. شاید اصلا زندگیی که ما الان داریم، اینجوری بهت بگم، شاید الان زندگیی که ما الان داریم کتامینی باشه که توی یه زندگی دیگه زد. اینجوری میتونم برات کامل کتامینو خلاصه کنم. یعنی تو وارد یه دنیایی میشی که کلن زندگی قبلی یادت میره، اصلا یادت نیست که چرا توی این دنیای فانتزی، البته تو دوزهایی که من دارم بهتون میگم، دوزهای بالا، یعنی من عزیزای دلم به یه جایی رسیدم، که نه، که اصلا اسم میکردم همینه. یعنی اصلا اینجوری نبود من بخوام بگم کی میام پایین، کی به زندگی قبلیم برمیگردم، کی حالم خوب میشه، خیلی ترسناک، کی اوکی میشم. نه، فهم کردم زندگی همینه، زندگی همین فانتزی است. انقدر شما با دنیای اولد سکول، دنیای اولد سکول اونجا اصلا وجود نداره که بخوای بگی چقدر ازش فاصله گرفتم. شما کاملا جدا میشی، میری وارد یه بعد دیگه، انگار حافظت کاملا پاک میشه و وارد یه بعد دیگه میشی. اینجوری بهت بگم، نمیدونی دنیای قبلی اونجا مثلا. آقا خیلیا به من میگن که ترسناک بود، وقتی توی اون حالتی ترسناک بودم برات معنی نداره. چرا؟ چون تو ترس رو چی میبینی؟ به یه بچه، آقا مثلا به یه آدمی رو فرض کن الان توی دنیا، توی دنیای اولد سکول، اصلا کتامین رو بذاریم کنار، شما یه آدم رو فرض کنی ذهنش رو بیاین کلن پاک کنی،
کلن مثل یه نوزادی که تازه به دنیا اومده بشه. بعد بهش بگی چهره یه آدم ترسناکو بکش. میگه ترس چیه؟ نمیتونه چهره یه آدم ترسناکو بکشه، نمیتونه چهره یه آدم خندونو بکشه. چرا؟ چون تصویری از ترسناک بودن نداره. اون دنیا هم همین جور بود، یعنی من توی اون دنیا نه میترسیدم، نه شاد بودم، نه ناراحت بودم، نه غم انگیز بودم، هیچی نبودم، انگار بودم، انگار فقط داشتم نگاه میکردم. برام ترسناک نبود. چرا؟ چون یک تصوریه که ما از چیزهایی که توی دنیای اولد اسکول دیدیم داریم. همین جور که منی که از بچگی با مارها بزرگ نشدم از مارها میترسم، اما یکی که از بچگی با مار بزرگ شده از مار نمیترسه. پس چی؟ پس ترس یک چیز نسبیه. ترس یک چیزیه که توی دنیای اولد اسکول با توجه به تجربیات ما شکل گرفته. خنده همینطور، غم همینطور و سایر احساسات دیگه. ولی توی اون دنیا چون همه یه تجربیات شما کاملا شیفت دلیت میشه. چرا؟ چون از دنیای شما، چون دنیای اولد اسکول شما شیفت دلیت میشه، اونجا هیچ ترسی معنی نداره. یعنی میدونی مثل ماشروم نیست، تو وقتی رو ماشروم بدفاز میشی، بدفاز میشی. چرا بدفاز شدی؟ چون میدونی معنی فاز خوب چیه. میدونی چی میگم؟ و میگی من بدفاز شدم. اما کتامین اینجوری نیست. حداقل در اون لحظه ای، در لحظه ای چون بهتون خواهم گفت اون اولشه که تو 100% از دنیا جدایی. کم کم بر میگردی، کم کم میشه 90%، میشه 80%، تا اینکه نرمال میشی. یه دفعی نرمال نمیشی ها. برای من اینطوری نبود، چون به خدا ما نبودیم، من بودم تنها توی خونه و چه کار احمقانه ای کردم. همیشه بعد از اون اتفاق به خودم میگم احمق، این یه داروی بیهوشیه. یعنی واقعا من حس میکنم اینجوری بهتون بگم سلاطین، بیهوش شدم. یعنی من یه ساعت دو ساعت زمان نمیدونم، شاید هم 2 دقیقه بود اون فاز، ولی برای من 2-3 ساعت گذشت. اون 2-3 ساعت واقعا من حس میکنم من بیهوش بودم. و بعد که انگار مریض رو میبرن تو اتاق ریکاوری، کم کم هوشش میاد بالا، انگار من کم کم هوش اومد بالا. و هزار بار به خدا میگم خدایا ازت ممنونم که بیهوشی زیادی تجربه نکردم که بخواد ضربان قلبم وایسته و نفس نتونم بکشم. یه دفعه به خدا امکانش بود بمیرم. همین الانم من هنوز میگم خدایا مرسی، چون واقعا من بیهوش بودم. من نبودم، اصلا نبودم، اصلا دنیا برای من معنی نداشت. من نمیدونستم از کجا اومدم. اینجوری نبود که بخوام این سوال از خودم بپرسم از کجا اومدم، چون اسم کردم همونه. از کجا اومدم این نداشت، کی تموم میشه این نبود. چی کی تموم میشه؟ مگه میدونی چی میگم؟ تو یه حالت نرمالی رو به عنوان یه چیز پایه در نظر میگیری که دیگه وقتی میگی کی تموم میشه، یعنی کی نرمال میشم دیگه. اونجا حس میکردی نرمال همینه. زندگی اولد اسکول یادت نبود که بخوای بگی نرمال اونه و من الان غیر عادی ام. میدونی خیلی خیلی پشمریزون. به هر حال اول اینکه خدا شکرت من نمردم، دوم اینکه آقا من زیاد یادم نیست اونجا، فقط سیاهی یادمه و یه سری تصاویر کوچیکی ازش یادمه که اصلا نمیتونم برای شما اون تصاویر رو بازسازی کنم به هیچ وجه، به هیچ وجه. نه اینکه نخواهم، نمیتونم، کلمه گنجیده نمیشه. خیلی جالبه اونجا کلمات هم بی‌معنی ان. یعنی اون دنیایی که تو میری کلمات هم توش معنی ندارن. کلمه چیه؟ یه چیز دنیویه. اونجا انگار همه چیز بودن بود، همه چیز شهود بود. تو فقط میتونستی نگاه کنی، تو فقط میتونستی نگاه کنی، همین. حتی درک هم نمیتونستی بکنیش، حتی نمیتونستی بگی که الان من اینو دارم میبینم یعنی چی. نه، فقط تو نگاه میکردی، یه ابزرور، یه مشاهدگر بودی، همین، همین. مثلا هیچ بار فقط من برای علم زدم، یعنی زدم که ببینم این چیزایی که خوندم از لحاظ علمی تجربهش کنم، نه اینکه بخوام بزنم که چیزی ازش بگیرم، دریافت کنم یا به هر حال هر چیزی. 2-3 ساعت تو اون حال بودیم و بعد از 2-3 ساعت دیگه چیزی که بخوام از اونجا براتون بگم هیچ احساسی معنی نداشت. من نمیدونستم، مثلا میگفتم در این حد که پشماتون بریزه، میگفتم مامان من، بابای من کجا بودن. و واقعا آها اینو بگم، چرا میگم اون زمان ترسناک نبود؟ چون اون زمان میگم اصلا ترس معنی نداشت، ترس یه چیز دنیایی بود. ولی وقتی میای پایین به خودت میگی وای چقدر تجربه سنگینی بود. چرا؟ چون وقتی میای پایین اون موقع که دنیایی که توش زندگی میکنی رو یادت میاد و با اون دنیا مقایسه میکنی،
میگی پشما، پشما اون چه چیز سنگو بخورم دوباره تجربهش کنم، غلط بکنم. 2-3 ساعت گذشت و من بعد از 2-3 ساعت 5% شاید 5% متوجه شدم که تو خونم. 95% یا 90% هم هنوز توی اون دنیا بودم ها، یعنی 90% هم از زمین جدا بود، 90% هم توی این دنیا نبود. اوکی، ولی حالا اینم بگم، من نمیدونم که با چشم باز این توهما رو میزدم یا با چشم بسته، چون 100% از جسم و از دنیا و از خودم غافل بودم. یعنی اینجوری نبود که من بفهمم که الان دارم با چشم باز اون دنیا رو تجربه میکنم یا با چشم بسته. کسی هم کنارم نبود اینو به من بگه، برای همین اینو نمیدونم. بعد از اولوش 2-3 ساعت من 5% از آگاهیم. بچه ها خواهش میکنم جنبه گوش دادن به این اطلاعات رو داشته باشید، امیدوارم براتون جذاب نیاد، چون اگر قرار جذاب بیاد خواهشم برین تو کانال من سرچ کنین عوارض کتامین و ویدئوی کسایی که معتاد به کتامین بودن رو ببینین و کسایی که سایکوز گرفتن و کسایی. من خواهش میکنم ازتون، من فقط دارم از لحاظ علمی اینا رو بیان میکنم، توی کامیونیتی و توی یوتیوب انگلیسی پر این ویدئوها، با اینکه اونجا هم توی خارج از کشورم جزو اسکجول 1 نیست که تامین، فکر میکنم اسکجول 3 باشه یا 2، اما به هر حال اونجا هم غیر قانونی مصرف تفریحانش. اما بعضی از کانالای خارجی زبان هستن که میان در خصوص تجربه مصرفشون میگن تا بقیه آگاه بشن و برای استفاده های علمی مورد استفاده قرار بگیره. هدف من هم همینه، دوباره همینو لازم میدونم بگم. بعد از 2-3 ساعت من 5-10% از هوشیاریم برگشت به فضای خونه و من بعد 2-3 ساعت گفتم من کجا، من تو خونم، پشمام، من یه چیزی زده بودم اونجا بودم. 3-10% برگشتم تو خونه و وقتی برگشتم تو خونه دوباره یادمه، باز دوباره مثلا یه 20 دقیقه میرفتم دوباره برمیگشتم تو خونه، یعنی 20 دقیقه میرفتم تو دنیای فانتزی باز دوباره میومدم. یه وقتی هم میومدم تو اولد اسکول در حد 10% از آگاهی میومد. 10% از آگاهی من براتون توضیح خواهم داد. به هر حال یکم گذشت، من روی صندلی احساس نامطلوبی داشتم، اومدم پاشم از صندلی، انگار قرار بود یک وزنه 100 تنی رو بلند کنم. جسم من شده بود یک وزنه روی روح من، نمیدونم چه جوری براتون بیان کنم. وزن پوست تنم، وزن جسمم رو حس میکردم. یعنی شما آقا چه میدونم الان 60 کیلو مثلا به شما میگن 120 کیلوگرمی، 120 کیلوگرم رو حس نمیکنی. اونجا من 60 کیلوگرم که چه عرض کنم 600 کیلوگرم بودم و اینو حس میکردم. دستمو میخواستم بیارم بالا اذیت میشدم، این دست انقدر سنگین بود و تا اینجا که میومد شلق میخورد رو میز، میآوردمش بالا شلق میخورد رو میز. میدونی اصلا بی اراده بدون کنترل، و انگشتامو که نگاه میکردم این بدن مال من نبود. یعنی برای همین کتامین به عنوان یه داروی بیهوشی بیهسیه، یعنی شما به یکی کتامینو در یک دوزی بدی که بیهوشه که هیچی، اما در یک دوزی بدی که مثلا بیهسشه طرف چشاش بازه، مثل حالتی که من اونجا داشتم. من چشام باز بود اما اگه دست منو قطع میکردن من نمیفهمیدم. چرا؟ کاملا ناآگاه بودم نسبت به دست خودم. این دست برای من نبود، این انگشت ها رو که نگاه میکردم برای من نبود. سلاتی به جرأت میتونم بگم انگار من جدا از جسمم بودم، انگار کاملا من جدا بودم از جسمم. من فکر میکنم اون شب طبقه پایین ما، چون ساعت مثلا من 1-2 شب اینو استفاده کردم، اون شب... نه 12 شب استفاده کردم. فکر میکنم اون شب طبقه پایین ما تا هر چی تونست به من تو دلش فوش داد. انقدی که من میخوردم زمین، از رو صندلی بلند میشدم تالاپ، زانوامو روز بعدش نگاه کردم کبود، از رو صندلی که بلند میشدم تالاپ میخوردم زمین، دوباره به زور میومدم 4 زانو روی پاهم میخوردم زمین. در حدی که من یادمه من از توی حال که این کار رو انجام دادم تا توی اتاقم اندازه چی بگم، اندازه 10 متر فاصله است، 10 قدم، 20 قدم. من اون 10 قدم رو تا اتاقم به جون مادرم، بچه ها دیدم نمیتونم من راه برم، هنوز میام پاشم سر جام میخورم زمین. پامو که بر میداشتم بچه ها به زور مثلا 2 دستم رو میگرفتم زیر پام، پامو بلند میکردم به زور و بعد پام
محکم میخورد رو زمین. اینجوری من به زور بلند میکردم، تالاپ پام میخورد رو زمین. یه جوری پام میخورد که استخونای کف پام فردا صبحش درد میکرد. اونجا که من درد رو حس نمیکردم، بی تفاوت بودم نسبت به جسمم، جسم مال من نبود، دردی احساس نمیکردم. اما به هر حال اون 20 متر رو سینه خیز رفتم تا تو اتاقم. خیلی حرفه، رو زمین مثل کرم. و شاید این 20 متر سینه خیز رفتن خودش یه ساعت و نیم طول کشید و من تو این یه ساعت و نیم هی میرفتم تو دنیای فانتزی، میومدم میرفت. یعنی من مثلا اینجوری خودم رو میکشیدم رو زمین به زور 10 سانت 20 سانت میرفتم جلو، دوباره این دراگ لعنتی منو میبرد. یعنی دست خودم نبود، من نمیتونستم باش مبارزه کنم و اصلا دوست نداشتم. دیگه بعد از یه تایمی که تو متوجه دنیا میشی، میگی پیش خودت چرا تموم نمیشه. وقتی کانکت میشی با دنیا و میفهمی که آقا تو داری روی دراگی هستی، میگی چرا تموم نمیشه. ولی من سعی کردم تو این فازا نرم، با اینکه حالم خیلی خراب بود، ولی چون میدونستم تموم میشه سعی کردم توی این فازا نرم. من بچه ها 20 سانت رو زمین سینه خیز میرفتم. اوه یه چیز خیلی جالب، این وسط من یه لحظه حالت تهوع گرفتم، هر جور بود به زور خودم رو رسوندم پای سینک عموم. پای سینک اسمش چیه غذا درست میکنن؟ آشپزخونه. خودم رو رسوندم پای سینک آشپزخونه بالا بیارم. فهم کنی بالا آوردن چجوری بود؟ بالا آوردن یک احساس دیگه، میگی حس بالا آوردن دارم، میگی بالا آوردم دلم یه جوری شد، شکم درد شدم. ولی من نسبت به بدن خودم آگاه نبودم. یعنی اینجوری نبود بعد از اینکه بالا بیارم معدم رو بگیرم از درد معده یا از شکم درد، هیچی، چون اصلا تو اونجا دردی نمیفهمی. و خیلی جالبه، بالا آوردن توی دنیای کتامین تعریفش برای من سنا این بود، یه چیزی داره از دهن من خارج میشه و این چیه؟ یعنی من نگاه میکردم میگفتم این چیه که داره از دهن من میریزه بیرون؟ خیلی ترسناکه. یعنی بالا آوردن تعریفش این بود، اصلا حس حالت تهوع معنی نداشت. حس بالا آوردن احساس مشمئز کننده یا استفراغ، نه اینا هیچ کدوم نبود. و به هر حال تا اتاق خودم رو سینه خیز بردم، شایدم به ساعت این وسط ها نگاه میکردم، اما هیچی یادم نیست. اصلا کتامین یک فراموشی آنتروگرید میده. اصلا چرا آقا؟ ما داروی بیهوشی داشتیم، داروی بیهوشی بیهستی داشتیم، دقیقاً مثل کتامین. اسمش چی بود؟ اسمش PCP بود، یعنی فنسیکلیدین. فنسیکلیدین وقتی درست شد، دیدن متاسفانه مشکلی که داره بعد از اینکه فرد بهش تزریق میشه، تا 12 ساعت اون حالت بیهوشی، مشکل حافظه و عدم به خاطر سپردن اتفاقاتو داره. و دیدن چقدر بد، تا در طرف میره یک عمل یه ساعته بشه، تا 12 ساعت حالش خرابه. اومدن کتامین رو وارد بازار کردن، یعنی کتامین بعد از فنسیکلیدین کش شد، سالشو دقیقاً یادم نیست، اومد وارد بازار شد و دیدن که کلن تا 1-2 ساعت این مشکل حافظه و اینا رو داری. خلاصه من زیاد یادم نیست، شایدم به گوشی نگاه کردم ساعت و اینا رو، ولی خلاصه هر جوری بود به هر زحمت و ببخشید به هر کی واقعا بود، من خودم رو رسوندم به تخت، رفتم بالای تخت و کم کم خوابم برد. و فردا صبح که بیدار شدم، واقعا هیچی از اون دنیای فانتزی یادم نبود، جز 2-3 تا خاطره و جز بیشتر این یادم بود که اونجا کلن فرق داره، که کلن دنیای کتامین، شایدم اون دنیا دنیای واقعی باشه. میدونی چی میگم؟ شایدم ما کتامین که میزنیم هنوز وارد دنیای واقعی میشیم، چون دوتا چیز کاملا جداست، حتی موازی هم نیست، دوتا چیز کاملا جدا، کاملا 0-100 با دنیایی که الان توش داریم زندگی میکنیم جدا. نه احساس معنی داشت، نه کلام معنی داشت، نه واژه ها معنی داشت، نه اصلا اونجا تو دنبال معنی نمیگشتی، اونجا دنبال هیچی نبودی. اونجا مثلا اینجوری نبود بگی چرا من گنگم. گنگ بودن یه احساسه. تو کی میگی من گنگم؟ تو خودتو با یک حالتی که هوشیاری مقایسه میکنی و میگی من گنگم. اونجا هیچ چیز پایه‌ای وجود نداشت که من خودم رو باش مقایسه کنم که بگم اوکی من، نه اونجا فقط تو بودی، همین، اسم کردی زندگی همینه، به خدا اسم کردی دنیا همینه. حرف دیگه ای ندارم بهتون میگم، اتفاق جالب دیگه ای نیفتاد برای من. من غلط بکنم دوباره این ماده رو بزنم، به شدت تجربه ترسناک و سنگینی بود و بهتون توصیه میکنم اصلا این ماده رو مصرف نکنین، و اگرم اعتیاد به این ماده دارید
کتامین بی نهایت احتمال سایکوز میده در صورت مصرف طولانی مدت، توهم‌های شدید میده، احتمال تشنج رو بالا میبره، باعث مشکلات ادراری میشه، باعث رابدومیلیز میشه، باعث فراموشی های خیلی زیاد میشه. من شاید تا یکی دو هفته، حتی با یه بار مصرف تا یکی دو هفته کلیدامو همش گم میکردم، سویچمو همش گم میکردم، گوشیمو همش گم میکردم. به شدت حافظه رو تخریب میکنه و برای همین بی نهایت مواظب خودتون باشین و اصلا با این ماده شوخی نکنید. دمتون گرم، منم رسیدم خونه. مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم لایک کنید. من دارم از همه چی میزنم برای اینکه شما آگاه بشید نسبت به مواد مخدر و با یه لایک میتونید بزرگترین حمایتی که میتونید رو از من انجام بدید. دمتون گرم، دوستتون دارم. خدا نگهدارتون.